کسی که تمرکز حواس داشته باشه، کانسنتریشن داشته باشه توی روز یا توی زندگیش، میتونه تفیلاش رو به خوبی درگاه هشم ارائه بده و همون خواستش رو به سریع‌تر از هشم تحویل بگیره. اما چه چیزی کمک میکنه به کانسنتریشن در زندگی، به تمرکز حواس؟ هیت اوره رود، این که انسان خودش رو بیدار بکنه، محو عظمت یا زیبایی یا بزرگی یک چیزی بکنه. چطور بعضی موقع آدم خیره میشه به یه فیلمی یا به یه تصویری، اصلا نمیتونه، هر چی داد میزنه بیا شام بخور یا دیر شد یا فلان، سرد گرم، انقدر فکرش خیره و تسخیر شده توسط اون تابلو یا هر موضوعی که دیگه نمیتونه به جای دیگه فکر بکنه. یا موقعی که آدم یه فکر، یه چیزی فکر آدم آزار میده، من چرا درایو لایسنسم همراهم نیست؟ کجا گذاشتم؟ خب من صبح کجا رفتم؟ اول اینجا رفتم، بعد اونجا رفتم. آخه چه جوری؟ هی فکرشو آزار میده، به هیچ چیز دیگه نمیتونه فکر بکنه. فکر آدم مشغول میشه و تسخیر میشه. همینطور هم میفهمون خامین. کسی که هیت اور روت داشته باشه، بیداری به خودش بده، در یک موردی فکرش کاملا محو اون میشه و تمرکز حواس پیدا میکنه و اجازه بهش میده که با کوانای کامل و فلوئنت، راحتی کامل تفیلاشو بخونه و تفیلاشو به عزت و اون میسوایی که انجام میده قبول بشه. ما دو نوع خستگی داریم، نه امشب کلا، یکی خستگی فکری و یکی خستگی جسمی. بعد ماست که آدم خسته، جسمن خسته است، تو عروسی رقصیده یا مثلا پر از مشتری بوده، بارا رو اینور کرده، خسته جسمیه. ولی هر چقدر خسته جسمی تر باشه، شب چیه؟ راحت تر میخوابه. اما اگر خستگی فکری باشه، این بیل رو هنوز نداده، این مورگیج نداده، اون کار رو هنوز نکرده، فردا فلایتی داره، هنوز یه سری کارا مونده، نمیدونه چیکار بکنه، سر دوراهی دو نفر رو پروپوز کرده به جای یه نفر، نمیدونه کدوم انتخاب بکنه، هی خستگی فکری داره، اصلا خوابش نمیبره. تکنولوژی از ابتدای امر فقط اومده خستگی جسمی رو از ما بگیره و هر چقدر از خستگی جسمی ما کم کرده، تا الان دم رود آب رخ میشستم، الان باید دکمه رخشویی داره رخ میشوره، ولی به خستگی فکری ما بیشتر افسوده، اضافه کرده. هر چقدر زندگی داره راحت تر میشه توسط تکنولوژی، توسط دعت، فقط از جنبه فیزیکی خوردن ارتداد، داره خستگی فکری ما چی میشه؟ بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اون اعصاب راحتی که 40 سال پیش داشتیم، نه من کلا، 40 سال پیش مردم داشتن، منم داشتم، 40 سال پیش داشتن یا داریم، الان وجود نداره. اصلا 10 سال پیش رو با الان نمیشه مقایسه کرد. تو الان بخوایم حتی 5 سال پیش، 6 سال پیش، 4 سال پیش با الان نمیشه مقایسه کرد. بعض اون آدم میگه من 10 سال پیش چقدر کارا میکردم و روزم چقدر مفیدتر و پروداکتیوتر بود، امروز همینجوری فقط. به یکی بچه برمیسوایی ها میگفتم، مادرش گوش که ولی خب تو خونه تمرین نمی کنه. بهش گفتم که you guys I feel sorry for you. I feel so lucky که تو دوره ما، موقعی که من سن تو بودم، نه اینترنتی بود، نه ایمیل بود، نه تکس مسنجینگی بود، نه گیمینگی بود، نه گیمبوی بود، نه SD بود، DSی بود، نه این چیزا بود که تمام فکر بچه ها را اینقدر به خودش مخشوش کرده و دیسترک کرده و جذب کرده. تو دوره شما انبیلیویبل چقدر بچه ها تو چلنج های بزرگی هستن، اصلا فکرش به درس نیست.